خب، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان بسیار عزیز ارجمند خودم، علاقمندان به شعر و ادب فارسی. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. تشکر میکنم حضورتون تو این جلسه و خداوند یزدان پاک رو سپاسگزار هستم که این فرصت رو همچنان در اختیار ما قرار داده که بتونیم در خدمت دوستان باشیم و از حضور و وجودشون بهره مند بشیم. ما طبق روال گذشته که روزای جمعه از ساعت 6 تا 8 راجع به ادب فارسی صحبت میکنیم و شعرهای سعدی و حافظ و مولانا رو با هم دیگه میخونیم، همواره تعهد داشتیم که مرتب از سعدی تعداد بیشتری به سر شعر بخونیم تا به سر تعداد شعرهای سعدی هم به حافظ و مولانا برسه و الحمدلله داریم خیلی نزدیک میشیم دیگه، به زودی این ستا شاعر با هم برابر میشن. بنابراین طبق روال اول از سعدی شروع میکنیم و چرا رو میخونیم و بعدم دیگه میریم سراغ مولانا و حافظ. خیلی ممنونم که توجه دارید. من با اسکرین شیر میرم سراغ اولین غزل از جناب سعدی بزرگوار. خب، غزل 141، یکی از اون شعرهای خیلی معروف سعدی هم هست. میگه هر که دل آرام دید از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت. یاد تو میرفت و ما عاشق و بیدل بودیم، پرده برانداختی کار به اتمام رفت. ماه نتابد به روز چیست که در خانه تاب، سرو نروید به بام کیست که بر وام رفت. مشعله ای برفروخت پرتو خورشید عشق، خرمن خاصان بسوخت خانکه عام رفت. عارف مجموع را در پس دیوار صبر طاقت صبرش نبود، ننگ شد و نام رفت. گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی، حاصل عمر آن دم است، باقی ایام رفت. هر که گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی، حاصل عمر آن دم است، باقی ایام رفت. هر که هوایی نپخت یا به فراقی نسوخت، آخر عمر از جهان چون برود خام رفت. ما قدم از سر کنیم در طلب دوستان، راه به جایی نبرد هر که به اقدام رفت. همت سعدی به عشق میل نکردی، ولی می چو فرو شد به کام، عقل به ناکام رفت. ببینید، از اون شعرهای بسیار زیبای سعدیه که با آواز هم میشه رو خوندن. هر که دل آرام دید از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت. ببینید، یکی هر کی که دل آرام خودش رو دید، اتفاقا یکی از دانشجوهای من اسمش هست بهار دلارام. چقدر اسم قشنگیه. دلارام یعنی کسی که دل رو آرامش میده. هر کسی که دلارام رو دید آرام از دلش میرود. خیلی جالبه، موجودی که ضد خود عمل میکند اسمش دلارامه، ولی کسی که او را میبیند قرار از دلش میرود. چشم ندارد خلاص هر که در این دام، هر کی که رفت توی این دام دیگه چشمش آزاد نمیشه. یعنی چی؟ چشمش به اون دلارام که میفته دیگه چشمش هم اونجا گیر میکنه، آزاد نیست، در بند اون دلارام باقی میمونه. یادتو میرفت و ما عاشق و بیدل بودیم، پرده برانداختی کار به اتمام رفت. میگه همونقدر که ما به یادتو بودیم، ما عاشق و بیدل بودیم، فقط یادتو بودیم، ندیده بودیم، فقط تفهم و تفکر تو ذهن، عاشق و بیدلمون کرد، پرده برانداختی کار به اتمام رفت. وقتی که دیگه پرده از روی خود برداشته دیگه کار ما به پایان رسید، یعنی دیگه ما واله و شیدا و نابود شدیم، نیست شدیم. ماه نتابد به روز چیز که در خانه تاب، سر نروید به ما به بام کیست که بر بام رفت. میبینید دیگه توی روز که ماه نمیتابه چیه که تابیده و این گونه حتی در روز روشنایی ایجاد کرده. و
بعد میگه سروم که روی پشت بوم در نمیاد. پس کی رفته روی پشت بوم؟ یعنی میخواد بگه که زیبایی چهره و قد و قامت یار من اونقدر به اصطلاح درخشان است و بلند است که در روز هم تلالو دارد و از به اصطلاح بام هم بلند است. مشعله‌ای بر فروخ پرتو خورشید عشق، خرمه خاکسان بسوخ خانقه عام رفت. می‌بینید میگه مشعله‌ای بر فروخ پرتو خورشید عشق، پرتو خورشید عشق یک مشعله رو موجود بر شعله ای رو برفروخ. چه اتفاقی افتاد؟ خرمن خاصان بسوخت، خانگه عام رفت. میگه خاصان که خرمن وجودشون سوخت، خرمن عباداتشون سوخت، خرمن به اصطلاح هرچی که دار و ندارشون بود از بین رفت. این که از خاصان، عام هم که خانگهشون آتیش گرفته از بین رفت. پس یعنی عشق پرتوبی بود که آتشش هم خاصان و هم عامان رو چیکار کرد؟ تحت شعای خود قرار. عارف مجموع را در پس دیوار صبر طاقت صبرش نبود، ننگ شد و نام رفت. عارف مجموع را در پس دیوار صبر، میگه یا عارفی بود. خب عارف انسان وارسته است، مجموع هم هست. یعنی چی؟ یعنی مجموع تمام صفاته. ایشون در پس دیوار صبر قرار گرفت وقتی که پرتو خورشید بر او تابید، پرتو خورشید عشق بر او تابید. طاقت صبرش نبود، ننگ شد و نام رفت. میگه اون عارف مجموع در پس دیوار صبر بعد از اینکه با دلارام من بسرا برخوردی درش وجود اومد، طاقت صبرش از بین رفت و تبدیل به ننگ شد آبروش و نامش هم از بین رفت. یعنی چی؟ یعنی در وادی عشق همه هر چه سرمایه دارن، از آبرو، از حیثیت، از اعتبار، اینا از بین میره و اونا هم که در این وادی هستن نگران این وضعی هم اساسا چی نیست. گر به همه عمر خیش با تو برآورم دمی، حاصل عمر آن دم است، باقی ایام رفت. میگه من اگر در تمام عمرم فقط یک دم، یک نفس، یک لحظه با تو برارم، یعنی به تو برسم و با کنار تو باشم، حاصل عمر من همون یک دم، همون یک نفسه. باقیش دیگه از بین رفته. یعنی از عمر حالا چه بدونم 80 ساله، 100 ساله، هر چقدر یه نفر به طور نرمال عمر کنه، اگه فقط یک نفس با معشوق بنشیند، اصل محصول عمرش همون یک نفسه. باقیش دیگه وقت تلف کرده. میگه که هر که هوایی نپخت یا به فراقی نسوخت، آخر عمر از جهان چون برود خام رفت. یه مردم عمرشون رو به مثلا بتالت تلف میکنن، مگر اینکه هوایی در سر داشته باشن و یا در فراق دوری که بسوزن. یعنی وادی هوای عشق و مثلا مشکل به اصطلاح فراق سوختن در فراق مشهور. میگه اگه این دوتا رو توی کارنامه عملشون داشته باشن خیلی خوب، اینا یه عمری کردن یه حاصلی از عمرشون. غیر از این باشه به اصطلاح عمرشون برباد هست. بعد میگه ما قدم از سر کنیم در طلب دوستان، راه به جایی نبرد هر که به اقدام رفت. میبینید میگه ما برای رسیدن به دوستان در طلب دوستان، یعنی منظورش بازم معشوقه، میگه ما برای رسیدن به معشوق با سر قدم برمیداریم نه با پا. یعنی سر به اصطلاح سردوان میرویم اصطلاحا میگن. میگه ما برای در طلب دوست سردوان میرویم، اگر بر پا بریم مبتنی بر پا حرکت کنیم به هیچ جا نمیرسیم. مولانا در این مورد میگه که میگه عاشق بر بال عشق میجهد و به سوی خداوند پرواز میکند، در حالی که زاهد بر پای پیاده بر زمین راه میرود و اون بسیار مسیر طولانی رو بعد بره به این سادگی میرسه، ولی عاشق بر بال عشق پرواز میکنه و از این جهان میجهد به سوی خداوند. خب
همت سعدی به عشق میل نکردی، ولی می چو فرو شد به کام عقل به ناکام رفت. این خیلی قشنگه دیگه. همت سعدی به سوی عشق نبود، نمیخواست برم، نمیخواستم وارد عاشقی بشم، اما وقتی که می عشق در کار من فرو، در کام من فرو رفت، عقل از سرم چی شد؟ پرید. یعنی وقتی وارد وادی عشق بودم، از وادی عقل چی شدم؟ ناکام شدم و عقل ناکام شد در هدایت من. پس بنابراین ما نمیخواستیم در وادی عشق کام بزنیم، ولی وقتی که می عشق در کام ما ریخته شد، اون موقع دیگه عقل از سر ما پرید و به اصطلاح ما در وادی عشق حرکت کردیم. خب اینم از غزل اول جناب سعدی. میایم سر غزل بعدی که غزل شماره 142 هستش. خب غزل میگه: ای کسوت زیبایی بر قامت چالاکت، زیبا زیبا نتوان ندید الا نظر پاکت. ای کسوت زیبایی بر قامت چالاکت، زیبا نتواند دید الا نظر پاکت. گر منزلتی دارم بر خاک درت میرم، باشد که گذر باشد یک روز بر آن خاکت. دانم که سرم روزی در پای تو خواهد شد، هم در تو گریزندم دست منو فتراکت. ای چشم خرد حیران در منظر مطبوع است، وی دست نظر کوتاه از دامن ادراکت. گفتم که نیاویزم با مار سر زلفت، بیچاره فرو ماندم پیش لب ضحاکت. مه روی بپوشاند خورشید خجل ماند، گر پرتو روی تو افتد بر طارم افلاکت. مه روی بپوشاند خورشید خجل ماند، گر پرتو روی افتد بر طارم افلاکت. گر جمله ببخشایی فضل است بر اصحابت، و جمله بسوزانی حکم است بر املاکت. خون همه کس ریزی از کس نبود بیمت، جرم همه کس بخشی از کس نبود باکت. چندان که جفا خواهی میکن که نمیگردد، چندان که جفا خواهی می کن که نمی گردد هم گرد دل سعدی با یاد طربناکت. ببینید چقدر زیبا سعدی به اصطلاح با معشوق خودش داره صحبت میکنه و او رو مخاطب قرار میده. چی میگه؟ میگه ای کسوت زیبایی بر قامت چالاکت، زیبا نتواند دید الا نظر پاکت. میگه که ای کسی که لباس زیبایی بر قامت چالاک تو زیبنده است، پس قامت تو یک لباس زیبایی رو بر خود پوشانده است، اینقدر زیبا. زیبا نتواند دید الا نظر پاکت. میگه فقط آنهایی که نظر پاک و دید بصیرت دارن زیبایی تو رو میتونن درک بکنن. آدم های معمولی، اونا که نظرشون پاک نیست، نمیتونن تو رو اونگونه که هستی پاک ببینن. گر منزلتی دارم بر خاک درت میرم، باشد که گذر باشد یک روز بر آن خاک. میگه اگه من منزلتی داشته باشم، مقامی داشته باشم، آبرویی داشته باشم، باید در خانه تو بمیرم، یعنی منو همونجا در خانه تو دفنم بکنن، که شاید تو که از در خانه بیرون میایی و عبور میکنی یک نظری بر این جلوی پات بکنی که خاک من هستش، که من هستم. اینقدر این خودشو داره کوچک میکنه در مقابل معشوق. دانم که سرم روزی در پای تو خواهد شد، هم در تو گریزندم دست منو فتراکت. میبینید دیگه که میدونم که یه روزی سر من در پای تو فدا خواهد شد، پس بنابراین من به فتراک تو دست میزنم و به دنبال تو حرکت. فتراک به اون بندایی هستش که به پشت زین اسب، دو بندایی از قلاب هم داره که اون قدیما مثلا دیدید توی فیلم های چیز وسترن هم میبینید که
مثلا یه پتو اینجوری لوله کرده پشت زینه اسب بشه و با بند بسته به پشت زینه، به اون میگن فترات. تو ایران هم همینطور بوده، زیلوی پتوی نمیدونم چیزی که میخواستن همراه خودشون داشته باشن، مثل ترکبند دوچرخه، ترکبند موتور، چجوری همچین چیزی رو بهش گفتن فترات، با بندم داشت که میبست. بعد میگه که ای چشم خرد ایران در منظر مطبوعت، و ای دست نظر کوتاه از دامن اتراجت. به به میگه ای کسی که چشم خرد حیران است در زیبایی مطبوع و دلارام تو، و بعد میگه و ای دست نظر کوتاه از دامن ادراکت، و ای کسی که دست نظر از دامن فهم موقعیت تو کوتاه است. یعنی چی؟ پس دوتا به سلام صفت رو توصیف میکنم. میگه یک، ای کسی که چشم خرد در نگاه کردن به روی زیبای تو حیران است، و ای کسی که دست نظر از درک به اصطلاح صلابت و معرفت تو کوتاه است. گفتم که نیاویزم با مار سر زلفت، بیچاره فرو ماندم پیش لب ضحاکت. میبینید اینجا اشاره به اون داستان ضحاکی که دیگه خودتونم میدونید که شیطان میاد و به اصطلاح شانه های ضحاک بوسه میزنه و مارهایی از به سلام شانه های ضحاک رشد میکنه و بیرون میاد. این میگه گفتم که نیاویزم با مار سر زلف. مار سر زلف یعنی چی؟ یعنی اون مویی که از سر زلفش بیرون و پیچیده دیگه. میگه که مارم میگم به سلام چی میگن خودشو گرد میشونه و یه اصطلاح قشنگی میگن چمبره. احسن، چنبره میزنه، گنبدی میکنه خودشو، چنبره میزنه. میگه که من گفته بودم که با مار سر زلف تو در نمیام، با اون حلقه موی تو در نمیام، اما بیچاره موندم زیرا اون مار پسلا موهای تو منم گزیده، بارم زخمی کرده مثل زخم. بعد میگه که محروی به پوش آند خورشید خجل ماند، گر پرتو روی افتد بر تارم افلاکن. خیلی این تشبیه که به کار برده اینجا زیباست. میگه اگر پرتو روی تو، یعنی نور روی تو، بر تارم افلاک بتابد، بر این آسمان جهان هستی بتابد، اون وقت هستش که ماه از خجالت روی خودشون میپوشونه و خورشید هم خجل میشه. یعنی تو اونقدر زیبایی که پرتو نور تو در جهان هستی، ماه و خورشید رو خجل میکنه از حضور خودشون و از نور بی‌بضاعت خودشون در مقابلت. بعد میگه که گر جمله ببخشایی فضل است بر اصحاب، و جمله بسوزانی حکم است بر املاک. این که ببین اگر ما رو به اصطلاح ببخشی به خاطر گناهانی که کردی، خب فضیلتی کردی بر اصحابت. اصحابم یعنی صاحب سلا، دوستان، پیروان. یه اگه ما رو ببخشی، لطف کردی، محبتی کردی بر اصحابت پیروان، و جمله بسوزانی حکم است بر املاکت. یه اگه حکم کنی که همه ما رو آتیش بزنی، بازم کار درستی کردی، این حکم توست بر مالمیک خودت. یعنی چی؟ یعنی ما مالمیک تو هستیم، ما در مقابل تو اراده ای نداری، خواستی نداری. میخوای ما رو ببخش لطفه، میخوای ما رو بسوزون حکم. برابری ما در هر مورد این چرفی نداری. خون همه کس ریزی از کس نباید بیمن، جرم همه کس بخشی از کس نباید باکن. میبینید میگه اراده میکنی خون همه رو میریزی و هیچ هم از کسی هم نمیترسی. میگه تو اراده میکنی خون همه رو به سلام میریزی، از هیچ کس هم نمیترسی. به قول مولانا میگه دیگه، تو میگه چی اون شعر معروفی که مولانا میگه، میگه که با چی میگه که
خداوند خون ما رو میریزه و هیچ کسی هم بهش نمیگه که خونبها باید بدی. توجه کردی؟ این شعر مولاناست، مضمونش میگه که تو ای خداوند کسی هستی که خون همه رو میریزی، جون همه رو میگیری، هیچ خونبهایی هم به کسی پرداخت نمی کنی و کسی هم جرأت نمی کنه که ازت خونبها بخواد. تو مالک هستی، هر کار دلت بخواد میتونی بکنی. این هم داره همین میگه، گر جمله ببخشایی فضل در حسابت، و جمله بسوزانی حکم از برم لاکت، خونه همه کس ریزی از کس نبابد بیمن، هستی شکست نمیدرستی همه رو میکشی، جرم همه کس بخشی از کس نبابد باکت، جرم همه رو اراده کنی میبخشی و هیچ بازم باکی نداری که کسی بتونه بهت اعتراض کنی بگه چرا اینو بخشی چرا نبخشی. یعنی مالک و رقاب این جهان هستی تو هست. بعد دیگه که چندان که جفا خواهی میکن که نمیگردد، غم گرد دل سعدی با یاد طرب ناکن. میگه هر چقدر دلت میخواد به ما جفا کن، زیرا که غمی در گرداگرد دل سعدی نمی آید وقتی که با یاد شادی آفرین تو خودش رو مشغول میکنه. پس یعنی من همون وقت که بیاد تو باشم هر بلایی که سر اون بخواد بیاری اشکال نداره، زیرا که فقط به یاد تو بودن شادی در قلب من رو به وجود خواهد آورد. چقدر شعر زیبایی در نهایت لطافت این جناب سعدی داره ارادت خودش رو نسبت به معشوق چیکار می‌کنه بیان می‌کنه. خب اما بیایم سراغ غزل بعدی. می‌فرماید که این که تو داری قیامت است تقامت، و این نفت هوستو که معجز است و کرامت. این که تو داری قیامت است نقامت، و این نتجسم و این نتبسم که معجز است و کرامت. هر که تماشا روی تو، هر که تماشا روی چون قمرت کرد، سینه سپر کرد پیش تیر ملام. هر شب و روزی که بی تو می رود از عمر، بر نفسی می رود هزار ندامت. عمر نبود یا عمر نبود آن چه قافل از تو نشستم، عمر نبود آن چه قافل از تو نشستم، باقی عمر ایستادم به کرامت. سر به خرابان چو قد معتدلت دید، سر به خرامان چو قد معتدلت نیست، آن همه وصفش که می کنند به قامت. چشم مسافر که بر جمال تو افتاد، عزم رحیلش بدل شود به اقامت، بدل شود به اقامت، اهل فریفتن در تو خیره بمانند، گر بروی در حسابگاه قیامت. اهل فریقین در تو خیره بمانند، گر بروی در حسابگاه قیامت. این همه سختی و نامرادی سعدی، چون تو پسندی سعادت است و سلامت. خب یه بار دیگه، این که تو داری قیامت است نقامت، این نتبسم که معجز است و کرامت. میبینیم یکی این قد قامتی که تو داری قامت نیست، قیامته. شنیده بودیم که قیامت قامت و قامت قیامت قیامت میکنی با قد و قامت، مؤذن گر ببیند قامتت را به قد قامت بماند تا قیامت. این هم میگه این که تو داری قیامت است نه قامت، این نتبسم که معجز است و کرامت. یه بله قامت تو قیامته، قامت نیست. این هم که این لبخندی هم که تو میزنی معجزه و کرامت، یعنی همین لبخند بزنی حال بسیار رو چیکار میکنی خوب میکنی. هر که تماشا روی چون قمرت کرد، سینه سپر کرد پیش تیر ملامت. یه هر کس که به این چهره ماهونه تو نگاه کرد دیگه نترسید، سینه شد سپر تیر ملامت های مردمان کرد. یعنی هرچی دیگه مردم ملامتش بکنند، دست از این نگاه کردن به روی چون قمر تو بر نمی داره، ولو به قیمت آبروش
تمام بشه. هر شب و روزی که بی تو می رود از آم، بر نفسی می رود هزار ندامت. یا بهتر اینجا باشه هر نفسی می رود هزار ندامت. این بیشتر معنی نیست. بگه که میگه شب و روزی که بی تو به سر میره از عمر من، در هر نفسی هزار ندامت مثلا حاصل عمر من است. یعنی چی؟ یعنی من میخوام فقط شب و روزم با تو بگذره. اگر شب و روزی با تو نباشه، هر نفسی که در اون شب و روزی بکشم هزار بار ندامت به صلاح مستوجبش هست. عمر نبود آنچه غافل از تو نشستم، باقی عمر ایستادم به غرامت. میگه که من به غرامت آن که پاره ای از عمر خودم غافل از تو نشسته بودم، با تو به تو توجهی داشتم یا در حضور تو به صلاح ننشسته بودم، به اصطلاح باقی عمرم شکا کردم ایستادم به قرامت آن که یه مدتی از اون را در کنونتو ننشسته بودم. سر به خرابان چو قد معتدلت نیست، آن همه وصفش که می کنند به قامت. یه اون سر به خرابان که اینقدر مظهر به اصطلاح زیبایی قامت است و بلندی قامت است و وقار و طمأنینه است که وقتی که تکان میکند و همیشه هم سبز است و همه این توصیفات که ازش میکنند به اندازه و به اعتدال و زیبای قامت تو نیست. چشم مسافر که بر جمال تو افتاد، عزم رحیلش بدل شود به اقامت. یکی مسافرا عزم رحیل، رحیل یعنی کوچه رو جمع کردن و حرکت کردن و کاروان رو به راه انداختن. میگه که مسافرا که عزم رحیل داره، عزم راه رفتن داره، عزم گذر داره، مسافرت داره، وقتی که چشمشون به تو میفته بی زحمت تصمیم به اقامت میگیرن. دیگه دلشون نمیخواد که از این وادی به جای دیگری حرکت کنن برن، چرا که تو رو میبینن و در دام چشمان تو به قول معروف گرفتار میشه. خب اهل فریقین در تو خیره بمانند گر بروی در حسابگاه قیامت. فریقین یعنی دو فرقه که بیشتر اشاره میکنه به سنی و شیعه. میگه اینا با هم دیگه دعوا دارن سر اینکه کی بر حق کی بر باطل و فلان. اون روزی که روز قیامت میشه و اونجا بعد دیگه به حساب کتاب اینا رسیدگی بشه، اگر تو رو اونجا ببیننه در تو خیره میمونن، دیگه دعواشون هم یادشون میره که حالا اونجا میخواد بینشون مثلا قضاوتی صورت بگیره. میبینید اهل فریقین در تو خیره بمانند گر بروی در حسابگاه قیامت. روز قیامت در حسابگاه قیامت که برید، هر دو فرقه شیعه و سنی که با هم قد اختلاف و دعوا دارن، هیچی دیگه همشون خیره در تو میمونن، دیگه اصلا یادشون میره که دعوا. این همه سختی و نامرادی سعدی چون تو پسندی سعادت است و سلامت. دیگه ببین من سعدی خیلی سختی و نامرادی کشیدم، ولی اگر تو اینو میپسندی این برای من سعادت و سلامته. برای چی؟ یعنی جور تو اگر جوری باشد که به خاطر تو بر من مستولی میشود، این نه منو ناراحت میکنه و نه به من زیانی میرسند، بلکه موجب شادکامی و سلامتی من هم تازه خواهد بود. فقط کافیست که هر زحمتی که هست به خاطر تو باشد. خب بیایم سر غزل 144. خب غزل 144 چی میگه؟ میگه دیگه ای که رحمت می نیاید بر منت، آفرین بر جان و رحمت بر تنت. دوستان میبینن دیگه انشاءالله بزرگش کرد بهتر. ای که رحمت می نیاید بر منت، آفرین بر جان و رحمت بر تنت. قامتت گویا که دلبند است و خوب،
یا سخن یا آمدن یا رفتن. شرمش از روی تو باید آفتاب، کندر آید بامداد از روزنت. حسن اندامت نمیگویم به شهر، خود حکایت میکند پیراهنت. ای که سر تا پایت از گل خرمن است، رحمتی کن بر گدای خرمن. ماه رویا مهربانی پیشه کن، سیرتی چون صورت مستحسنت. ای جمال کعبه رویی، ای جمال کعبه رویی باز کن، تا طوافی می کنم پیرامونت. دستگیر این پنج روزم در حیات، تا نگیرم در قیامت دامنت. عزم دارم که از دلت بیرون کنم، و اندرون جان بسازم مسکنت. درد دل با سنگ دل گفتن چه سود، باد سردی می دمم در آهنت. گفتم از جورت بریزم خون خیش، گفت خون خیشتن در گردنت. گفتم آتش در زنم آفاق را، گفت سعدی در نگیرد با من. خب گفت سعدی در نگیرد با من. خب ببینید که شعر بسیار لطیفیه. میگه ای که رحمت می نیاید بر من، آفرین بر جان و رحمت بر تن. میگه که ای کسی که رحمتی نسبت به من نداری، محبتی نسبت به من نداری، علی رغم این آفرین بر جان و رحمت بر تن تو باد. یعنی علی رغم این که تو با من جفا میکنی، من برای تو چیکار میکنم؟ دعا میکنم. عاشق واقعی این گونه است. قامتت گویم که دلبند است و خوب، یا سخن یا آمدن یا رفتن. میگه که میگم که قامت تو بسیار دلبند و خوبه. دلبند یعنی دل انسان رو بند میکنه. تو اینقدر خیلی خوش هیکل و خوش قیافه و خوش کمپوزیسیون هستی. برابری یا با من سخن بگو، یا پیش من بیا، یا از پیش من چی نرو. پس برابری تو که اینقدر خوب هستی، یکی از این کارها رو با من بکن. خب شرمش از روی تو باید آفتاب، کندر آید بام داد از روزنت. این روزن خیلی نکته جالبی. روزن میدونید که اونای قدیمی معمولا تاق ضربی داشتن. خب و اون تاق ضربی درست اون نقطه به اصطلاح گنبد، نقطه اوج گنبد، اونجا رو سوراخ میکردن به چند دلیل. گاهی اوقات شیشه میذاشتن، گاهی هم شیشه نمیذاشتن. یکی به این دلیل که خیلی وقتا داخل اتاق هیزم میسوزوندن برای گرم کردن، و اون به اصطلاح دود از اونجا میرفت بیرون. حالا یا دودکش میذاشتن یا نمیذاشتن، اون شما نمیدونم، ولی از اونجا میرفت. یک. دو این که خیلی وقتا اصلا برای نور آفتاب، چون خورشید که میتابید نور آفتاب از اونجا وارد میشه. اینا همه حتی از روی محل نور آفتاب در اتاق میتونستن ساعت رو هم تعیین کنن. برای این روزن خیلی اهمیت داشت، روزنی که بالای اون گنبد وجود میاد. خب میگه که شرمش از روی تو باید آفتاب، کندر آید بامداد از روزنت. میگه که اگر آفتاب بخواد که از روزن خانه تو بتابد، و شرم بکنه، چرا که تو خودت اونقدر زیبا و روشن و دلفروز هستی که آفتاب دیگه نباید از اونجا بیاد بیرون. حسن اندامت نمیگویم به شهر، خود حکایت میکند پیراهنت. میگه من نمیتونم بیام توصیف اندام زیبایی تو رو بکنم، نمیتونم این کار بکنم، ولی اون پیرهنی که تنته، اون زیبایی و وقاری که بر روی پیرهن هست، بر قامت تو، خودش بهترین گواه هستش که به اصطلاح این اندام تو چگونه هست. بعد میگه که ای که سر تا پای پا، ای که سر تا پایت از گل خرمن است، رحمتی کن بر گدای خرمن. ببینید این گدای خرمن یه سنتی بوده، درست سر خرمن که میشد، اونایی که فقیر بودن، بیچاره بودن، توی این دره‌ها میرفتن کشاورزا که سر خرمن داشتن، گندماشون رو چیده بودن یا داشتن میکوبیدن یا فلان میکردن، یه دهی رو میومدن اونایی که فقیر بودن، اینا سر خرمن بهشون مثلا اون زکاتی که بعد بدن، در واقع زکات به سر مالشون رو اونجا به فقرا میدادن. پس اینجا میگه که
ای که سر تا پایت از گل خرمن است، رحمتی کن بر گدای خرمن. میگه من گدای خرمن اون اندام گلگونه تو هستم، برای رحمتی به ما کن، یک گلی از وجودت رو به ما هدیه کن. ماه رویا مهربانی پیشه کن، سیرتی چون صورت مستحسنت. مستحسن از حسن میاد دیگه، یعنی زیبا، یعنی مثلا دلربا. اصلا این کلمه حسن هم یعنی زیبا رو. خب حسین یعنی خوشخول، حسین یعنی خوشخول، ولی حسن یعنی زیبا. برام میگه ماه رویا مهربانی پیشه کن، میگه ای ماه رو با ما مهربانی کن، سیرتی چون صورت مستحسن هم. میگه سیرتت هم درست مثل صورت زیبای خودت، زیبا کن، با ما با محبت باش، با ما ملایم باش، توجهی به ما بکن. ای جمال کعبه روی باز کن، تا طوافی می کنم پیرامونت. دیگه تو چهرت مانند جمال که تصویر میکنه مشهور بود به جمال کعبه، میگه تو روی خودت رو مثل کعبه باز کن تا من به دور تو بچرخم، به دور زیبایی وجود تو بچرخم. دستگیر این پنج روزم در حیات، تا نگیرم در قیامت دامنت. یه ببین این پنج روزه عمر من، اگر هوای منو نداشته باشی و منو دستگیری نکنی، روز قیامت من دامنتو میگیرم، بالاخره اونجا ازت گله و شکایت میکنم و شکایتتو به خداوند میکنم. حالا یا شکایت اگه خداوند مورد نظرش باشه، شکایتتو به خودت میکنم. ما شکایت خیلی رو به خودشون میکنیم. بعد میگه عزم دارم که از دلت بیرون کنم، وندرون جان بسازم مسکنت. میبینی خیلی جالب، میگه من تصمیم گرفتم که تو رو از دلم بیرون کنم، اما نه اینکه بیرون کنم که بری، از تو دلم در بیارم، توی جانم، توی روحم تو رو قرار میدم. یعنی منزل چیکار میکنه؟ یک پرده لطیفتر میکنه. خیلی قشنگ، یه عزم دارم که از دلت بیرون کنم، یعنی از دل تو را، دلت یعنی از دل تو را بیرون کنم، و درون جان بسازم مسکنت، بیارم تو جان خودم سکنا بدم تو را. درد دل با سنگ گفتن چه سود، درد دل با سنگ دل گفتن چه سود، باد سردی میدمم در آخرت. میبینید دیگه من درد دلم رو با تو که بگم، تو دلت سنگیه، به اصطلاح تأثیری نمی کنه این حرفای من در دل. درست مثل اون است که من باد سرد میدمم در آهن. میدونید که وقتی که آهن رو میخوان نرم کنن، باد گرم و داغ میتابن میدمن در آهن. پس برمین میگه درست مثل این باد سرد است که من در آهن میدمم، در تو هم تأثیر بذار. گفتم از جورت بریزم خون خیش، گفت خون خیشتن در گردنم. میبینید دیگه بهش گفتم، به مشروع، حالا اینجا داره به ما خبر میده، دیگه من به مشروعم گفتم که به خاطر جوری که میکنم، جور اذیت، جور اذیتی که با من میکنی، من میرم خودکشی میکنم. ایشون هم خیلی ریلکس گفت که باشه اشکال نداره، ولی خونت گردن خودته، خونت پای من نیست. گفتم آتش در زنم آفاق را، گفت سعدی در نگیرد با من. دیگه که بهش گفتم که پس من آتش در آسمان میافروزم، جهان هستی رو با آتش میکشم. گفت ببین سعدی زحمت نکش، اون جهان هستی رو تو با آتش میکشی و آسمان ها رو با آتش میکشی، رو من اثری نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی وقتی که خودم بخوام به تو روی نشون میدم. بنابراین بی خودی هی اصرار نکن، ولی به هر حال این سوز و گداز عاشقی هم برای عاشق چیه؟ دلنشینه. خیلی قشنگه واقعا. کجا رفت این عشق؟ کجا رفت این احساس؟ واقعا کو این جوان ها کدومشون اینا رو درک میکنن؟ اصلا میفهم، باور کنید. و چقدر من دوست داشتم که با جوان ها بیشتر روی این مباحث بحث میشد و اینها این سخنان رو من خیلی برای دانشجوهای خودم انصافا در این مسافرت های علمی که میرفتیم، صبح بحثمون بحث های علمی بود به طور کامل، تو کو و دشت و صحرا. بعد از آن که عصر که میرسیدیم میمدیم قرار با همون، فقط صحبت از سخن عشق بود و
ادبیات و مولانا و حافظ و سعدی و بچه هم خیلی دوست داشتم، میشستن یه حلقه بزرگی به وجود میومد، 40 تا دانشجو دور من هم شدن میشستیم و من میخوندم، اونا بعضیشون اهل دل بودن میخوندن، توضیح میدادیم، اونا توضیح میدادن، خیلی جالب بود. واقعا من لذت بردم از عمرم که با دانشجو هم بزنم. خدا صد هزار مرتبه شد. خب آفرین خدای بر جان، که چه شیرین لبست و که چه شیرین لبست و دندانت. یه بار دیگه، آفرین خدای بر جانت که چه شیرین لبست و دندانت. هر که را گم شده است یوسف دل، او ببین در چه زنخدانت. فتنه در پارس بر نمیخیزد مگر از چشم های فتانت. سر وگر نیز آمدی و شدی، نرسیدی به گرد جولانت. شب تو روز دیگران باشد، شب تو روز دیگران باشد، کافتاب است در شبستانت. تا که ای بوستان روحانی، گل از دست بوستان باند. بلبلانیم یک نفس بگذار، تا بنالیم در گلستانت. گر هزارم جفا و جور کنی، دوست دارم هزار چندانت. آزمودیم زور و بازوی صبر، آزمودیم زور و بازوی صبر، واب دین است پیش سندانت. تو وفا گر کنی و گر نکنی، ما به آخر بریم پیمانت. مژده از من ستان به شادی وصل، گر بمیرم به درد هجران. سعدیا زنده عارفی باشی، گر برآید در این طلب جان. آخریش دیگه تیر خلاص زده جناب سعدی به خودش و به ما همه. خب ببین چی میگه. میگه آفرین خدای بر جانت که چه شیرین لبست و دندانت. خب میگه آفرین خدا بر جونت، ماشاءالله به جونت. این شیرازی ها دیدی وقتی که رو میخوان ادمایر کنن میگن ماشاءالله به جونت. اینم داره میگه، میگه آفرین خدا به جونت که چی شیرین لبست دندان، که شیرین لبت و دندون خیلی شیرینه، سخنت شیرینه، کلامت شیرینه، چهرت شیرینه. هر که را گم شده است یوسف دل، او ببین در چه زنخدان. میگه هر کی که یوسف دل خودش رو گم کرد، یعنی معشوقش رو گم کرد، بگو بیاد در این چاه زنخدان تو نگاه کنی. چون تعبیر که یوسف هم در چاه بود و از چاه اومد بیرون، خیلی تعبیر زیبایی، تمثیل زیبایی رو به کار برد. میگه که هر کی که یوسف خودشو گم کرده، معشوق زیبای خودشو گم کرده، بگو بیاد تو این چاه زنخدان تو نگاه کنه، پیداش کنه. فتنه در پاس بر نمیخیزد اگر از چشم های فتانت. میگه ببین، اگر فتنه ای در ایالت فارس، همین به اصطلاح محل زندگی ایشون، بر بخیزه، هیچ جا نیست مگر از چشم های فتنه گرید که اینقدر چشمات زیباست. سر اگر نیز آمدی و شدی، نرسیدی به گرد جولان. میگه حتی اگر سر بیاد و بره با اون همه قد و قامت و زیبایی، بره به گرد جولان تو هم چی نمیرسه. در پیش تو کوتاه میاد، در پیش تو کم میاد. شب تو روز دیگران باشد، کافتاب است در شبستان. میگه از این کلمه شبستان استفاده کرد. شبستان تقریبا به معنی جایی که شبه، ولی شبستان در واقع معنی صحن و سراست. مثلا میگه شبستان مسجد، یعنی اون سرای مسجد. ولی حالا اینجا چون از کلمه شب استفاده کرد، خیلی زیبا این دو تا رو به صورت جناس به کار برد. میگه که شب تو برای دیگران روزه. چرا؟ برای اینکه در شبستان تو که تو نشستی، چهره تو اونقدر روشنه که روز دیگه، پس بنابراین شب تو واسه دیگران روز. بعد میگه تا که یه بوستان روحانی، گل از دست بوستان باند. میگه تو یک بوستان روحانی هستی، وجودت، حضورت یک بوستان روحانیه. کافتاب است در گل از دست بوستانبانت. اون بوستانبان تو هستش که چیکار کرده؟ نمیذاره ما به تو برسیم و نمیذاره ما وارد این بوستان وجود تو بشیم. گل از دست بلبلانی یک نفس بگذار، تا بنالیم
در گلستان هم. میگه بابا یه ما بلبلیم، بلبلایی هستیم که در وصف به سلام گل و گلستان رو روی تو داریم شعر میگیم و آواز میکنیم. بذار یه لحظه ما بیایم تو این گلستان تو، به ما راه بده، به این بوستانبانت بگو که ما رو راه بده که ما من بتونم بیام و در به سلام وصف عشق تو به سلام شعر سرایی بکنم یا آواز بخوان. خب گر هزارم جفا و جور کنی دوست دارم هزار چندانم. دیگه اگر هزار بارم منو پس بگیری، جفا کنی، جور کنی، اذیت کنی، بیرونم کنی، اما من هزار برابر تو رو بیشتر دوست دارم. پس من بری عاشقم بر مهر و بر قهرش به جد بول عجب من عاشق این هر دو زد. خب دو مرتبه میگه که آزمودیم زور بازوی سر و آبگینه است پیش سندانه. میگه به ماهی میگه صبر کن. خیلی خب ما آزمایش کردیم این صبر خودمون رو، زور بازوی صبر رو موقع چکار که آزمودیم که باید میتونیم صبر کنیم، اما دیدیم نه بابا، داستان صبر ما مثل شیشه ایست که در مقابل سندان عشق تو قرار گرفته. این شیشه صبر ما پیش سندان عشق تو به راحتی میشکنه و خورد میشه و از بین میره. تو وفا گر کنی و گر نکنی ما به آخر بریم پیمانت. دیگه ببین چه تو وفا بکنی چه نکنی، چه جور کنی چه جفا کنی، هر بلایی سر ما بیاری ما تا آخر پای تو چی ایستادیم، ما به آخر بریم، ما اون پیمانی که با تو بستیم تا آخر هست. این خیلی مرد و مردمی میخواد که در هر شرایطی شما در وادی عشق قدم بردارید. درست یادتون بیاد داستان اون سلطانی که عاشق اون کنیز شد، اولین قصه مولانا، پی گفت عشق از اول سرکش و خونی و بعد تا گریزت ترکیبی بود. اصلا آدم هایی که اون داستان رو میخونن تعجب میکنن، میگن اه طرف پادشاه عاشق یه دختر شده بعد از سالها که دنبال یه معشوق میگشته که باش ازدواج کنه، بعد رفته آقا خانوم مریض شده به حالت موت افتاده، چهرش هم زرد شده، بیریخت شده، اما ایشون برگشته به طبیبان میگه که جان هر دو در دست شما، هم جان من هم دست هم جان این دختر. این عاشق واقعی اینه، میگه جون من و این دختر در دست شما هست، اگر این دختر خدایی نکرد اتفاقی برای شما این منم از بین رفت. اینو داری. بعد طبیب الهی اومده بهش میگه که ببخشید بی زحمت شما باید بری رقیب عشقی خودتو اون زرگر ورداری از اون بره چه میدونم بخارا و سمرقند برده بیاری اینجا تو کاخ خودت، بهش پوزیشن بدی، شغلم بدی، پولم بدی، خونم بدی، بی زحمت دخترم بدی بیشون. ببین آدم میگه که خیلی کدوم عاقلی کارو بکنه، اونم در مقام یه پادشاه که همه گونه قدرتی داره. ولی این پادشاه میگه باشه، چون عاشق واقعیه، میگه که این جوره برای من، ولی من این جور رو میپذیرم چون من اون دختر رو میخوام، میخوام اون دختر زنده بمونه، میخوام اون دختر عشق منه، میخوام اون زنده بمونه، باقی بمونه، به اصطلاح شاد باشه. ببین این نکته است، این عشق واقعیه. ولی ما چی میگیم؟ میگیم اگر با ما بود که خوب، نبود اسید میپاچیم تو صورتش، با ما بود نبود میام اون یارو مرتیکه رو میکشمش مثلا. الان ببخشید این کلمه استفاده کردم، ولی من اینه دیگه، لفظ همینه، میرم اونو میکشمش. نمیدونم با ما بود که بود، نبود پدرش در میارم به خاک سیاه بشینه، با همون مرد به خاک سیاه بشینه، از فقر و فلاکت بدبختی نابود بشه، زورم میرسه دیگه، جفتشون رو به خاک سیاه بشه. ببین آدمایی که اینا عاشق نیستن، اینا عاشق خودشون هستن، عاشق اون طرف نیستن. اینه که میگه که من دیگه تو وفا گر کنی و گر نکنی ما به آخر بریم پیمانت. بعد میگه مژده از من ستان به شادی وصل، مژده از من ستان به شادی وصل گر بمیرم به درد هجرانت. میگه که ببین اگر من در درد هجران تو حتی بمیرم، خب ولی باز هم
مژدگانی میدم به عنوان بس. برای چی؟ برای که وقتی که میمیرم باز به تو بس میشم، میام پیش تو. پس برابری من حتی اگر بمیرم در هجران تو، قول تو بیا خبرش به من بدی که تو در این هجری که داری میمیری، من به تو مژدگانی وصل میدم، میگم مرسی که این خبر خوب بس من آوردی. پس حالا که تو زنده بودنم نرسیدم، پس بعد از مرگم حتما به اون خواهم رسید. سعدیا، زنده عارفی باشی گر برایت در این طلب جانت. خیلی قشنگه، میگه جناب سعدی تو وقتی یک عارف زنده خواهی بود که در طلب این معشوق جون خودت رو از دست بدی، اون موقعی که در این طلب جانت رو از دست دادی، تازه معلوم میشه که یک عارف زنده هستی. اینم از این شعر بسیار زیبای جناب سعدی. من استاپ شعر بکنم. به به، خدمت دوستایی هم که تازه بهمون ملحق شدن عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی ممنونم که توجه کردید. عذر میخوام که اگر خستتون کردم با صحبت ها، در خدمتون هستیم که استفاده کنیم از حضور دوستان عزیز و هنرمند و شاعر بسیار عزیز و دوست داشتنیم سرکار خانم فریبا. خب خانم فریبا بفرمایید، در خدمت هستیم. خدمت آقای ادیب بزرگوارم عرض سلام و ادب. با سلام مجدد خدمت همگی و عرض خسته نباشی جناب دکتر چایچی. در ارتباط با همین داستان پادشاه و کنیزک فرمودید که این عشق واقعی به این میگن، اتفاقا یه فیلمی هست حتما دیدید، مال حدودا 20 سال پیش، به اسم گوست. و داستان بله دختر و پسری است که اینا عاشق همدیگه هستن و پسر کشته میشه توسط یکی از دوستاش که میخواست اکانتش رو هک بکنه. و بعد تمام داستان فیلم اینه که این هنرپیشه روحش برمیگرده و تا آخر فیلم تلاش میکنه که این دختر یعنی معشوقش کشته نشه، در حالی که اگر معشوقش که واقعا دبی مور هم هنرپیشه بود که بازی میکرد، در حالی که اگه دختر کشته میشد خب اینا به هم میرسیدن دیگه هر دو روحشون. ولی تمام داستان فیلم اینه که این سعی میکنه که این دختر کشته نشه، یعنی به قول شما این عشق واقعیه. بله واقعا بله. بعد آقای دکتر خودش دوست داره، میدونید بله. طرف بله. برای خود او دوست داره نه برای خودش. دقیقا بله بله. آقای دکتر در غزل 141 سعدی بله، اونجا که کلمه فتراک رو مثل که بیت سوم میشه بیارید اون غزل نمیارم. چشم، متشکرم. 142 فکر میکنم 142 بود. حالا میرم بله فتراک اینجاست. بله بله بله. این بیت سومش بله. دانم که سرم روزی در پای تو خواهد شد، هم در تو گریزندم دست منو فتراکت. بله. فتراک یه معنیش همون تسمیه است که به پشت زین میبستن. بله. و همطور که شما فرمودین اگر چیزی پتوی چیزی میخواستن، و یک دلیل اصلی فتراک این بود که اینا اگر شکار میکردن بله، این شکارشون رو به این فتراک وصل میکردن با خودشون میبردن. و فکر میکنم توی این بیت منظورش اینه که دانم که سرم روزی در پای تو خواهد شد، یعنی من قربانی تو خواهم شد. بله. و در واقع فکر میکنم این فتراک منظورش اینه که این قربانی میشه مثل اون شکاری که وصلش میکنم به فتراک. اینطور نیست، وصل میشه به او و دنبال او میره. بله بله، هم تو آویزون میشه به اون فتراک و دنبالش میره. بله دقیقا، بسیار عالی، مرسی. بفهمید خانم فریبا حالا من میخواستم یک تصنیفی بخونم که شعرش از ملک الشعرای بهار بود.
ولی شما چون شروع کردین با غزل 141 سعدی، یه دفعه یادم اومد که من این غزل رو به صورت کوتاه تو مایه اصفهان سه بیتش رو بلدم، گفتم اینو بخونم به جای اون. هر که دلارام دید. بله بله، خیلی قشنگی، از اون شعرهای قشنگی منو خیلی دوست دارم. بسیار زیباست. بله بفرمایید. هر که دلارام دید از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص، هر که در این دام رفت، ماه نتابد به روز، کیست که در خانه تافت، سر نروید به بام، کیست که بر بام رفت، گر به همه عمر خویش ما تو برآرم دمی، حاصل عمر آن دم است، باقی ایام رفت، حاصل عمر آن دم است، باقی ایام رفت. خیلی متشکرم. دستتون درد نکنه. بسیار جالب. خب حالا دیگه نوبت سرکار خانوم برنیای عزیز ماست که برای اون یکی دوتا شعر قشنگ بخونه. آقای ادیب شما خودتون آماده کنید یه شعر قشنگ برای اون بخونید. آقا ما نه بفهمید ما استفاده خانوم برنیا بفهمید. سلام و درود بر شما عزیزانم، که به به چه شب زیبایی رو، چه برنامه خیلی جالبی رو در نظر گرفتیم و ما عشق میکنیم دیگه، لذت میبریم، عشق میکنیم و از شما تشکر میکنیم با این دوستان با احساس و نازنین. این شعری که من میخونم هست جوینده حق. عشق نور جاودانی در درون قلب هاست، می کند روشن جهان را، زان که نوری از خداست، زین جهت این نور افتد بر دل هر عاشقی، تا که جویا گردد آن را هر زمان و هر کجاست. من فنا گردد رهایی در مسیر نور عشق، در فضای بیکرام حق که هم بی انتهاست. این همان عشق است، بیرون کی بود از جان تو، نور افشان کن جهانت را، چو این مهر و صفاست. خانه بهتر نباشد جز دل انسان نیک، ترس و تاریکی نیابد ره در آنجا، چون خداست. خوش به حال آن دلی گردد شکوفا از وفا، گنج آرامش همین باشد که سرشار از صفاست. عشق اگر خواهی ره تسلیم را جویا بشو، پرنیا جوینده حق با صفا و بی خطاست. دستتون در نکنید. بسیار عالی.
لطف دارید. دستتون در نه. خیلی قشنگ بکنی فرمید. مرسی. تشکر میکنم. خب. ببینم که دیگه کی برامون مطلب داره. آقای ادیب عزیز. چیزی دارید برامون بخونید؟ حالا من که توانایی سرکار مثل خانم پرنیار ندارم، ولی حالا یک کوچولو همین جدید نوشتم، یعنی رسیده و نوشتیم ما دیگه، فقط براتون میخونم اگه مایلید. بله. میگه آن نشان و آن جهانی که از او رسد، میگشاید روزن جان را به جانان. وان دمی که از فطرت حق بورسد، نفس تیره با دم او می شود حق مرتبه. وان نظر که از جانان سایه اندازد بر او، منظری دیگر فزاید در جان او. بر همین بود. این از اون جملاتیست که از قلب بر می آید و برزخ می شود. بله. خواهش میکنم. بله، در یه زمانهایی بالاخره. بله. حالا اگه بعد خواستیم من چون یه چیز صحبت کوچیکی راجع به عرض کنم که یادتون سر اون کلاس گفتن که دعا کنید برای کسی، راجع به اون من یک کلمه کوچیکی میگم، یه چند خطی برات الان بگم براتون. بفهمیدش. بله. گفت ای موسی ز من میجو پناه، با دهانی که نکردی تو گناه. گفت موسی من ندارم آن دهان، گفت ما را از دهان غیر خوان. ببینید دهانی که گناه نکرده چیست؟ اگر شما این حالت شیدایی رو تجربه کردید، یعنی اگر میدونید سکوت یعنی چی، اگر به سکوت در عبادات یا مراقبه و یا مدیتیشن رسیده اید، دهان انسان در آن حالت سکون دهان بیگناه است. در حالتی که انسان در سکوت فرو میرود و در حالتی که انسان در عمق درون خیش است، آن دهان دهانی است که مستقیما با هستی رو در رو هست و آن دهان گناهی ندارد. چون اکثرا میگن دعا کنید، گفتیم که آقا ما با این دهان گناه کرده نمیتونیم دعا بکنیم. حالا من این چند خط رو براتون چیز کردم، یعنی اینجوری باید باشه، فقط در مراقبه میتونیم باشه. انسان به سکون و سکوت میرسه. بله. دهانی میشه که گناه نکرده، منظورتون اینه؟ بله. یعنی ببینید شما وقتی در اون حالت شیدایی قرار گرفتید، در حالت سکون هستید، یعنی شما دارین عبادت میکنید، نه عبادتی که عبادتی که از جانتون در میاد. در اون وقتی که در حالت سکوت میرید، اونجا این دهان شما دیگه خارج شده از همه چیزها، دهانیه که مستقیما با هستی رو در رو هست و اون دهان گناه نداره و اون موقع دعای شما حتما بدونید مستجاب خواهد شد. بله، ممکنه اینطوری هم باشه. خیلی هم جالبه از این نقطه نظر خود. ولی بعد مفسران این شعر رو اینجوری تفسیر میکنن جناب عدی، که میگن که بله حضرت موسی میگه که خدا من بهش میفرماید که با دهانی که گناه نکردی، بله با اون گناه نکردی تو با من صحبت کن. خب دهانی که گناه کردی کیه؟ دهن غیره، از دهان غیر خواه. خدا من بهش میفرماید که تو ما را از دهان غیر خواه. بله درست. کیه؟ کسانی هستن که شما خدماتی برایشون انجام میدید و اونها برای شما دعا میکنن. درجه کردی چه عرض میکنم؟ وقتی اونها برای شما دعا میکنن، خداوند میفرماید که من دعای اونها رو در مورد تو اجابت میکنم، برای اینکه تو انقدر کار خوب انجام دادی که اونها برای تو دعا میکنن. به نوعی
البته من موافق این نیستم، البته نظر بسیار عالیه، ولی خب میگه گفت ما را از دهان غیر، یعنی یک دهان دیگه باید بخونی، نه یک دهانی که یک عده مثلا برن تو مسجد برای بابای ما مثلا قرآن سر بگیرن و اینا، این از این چیزها درست یعنی نیست. میگه دهان غیر باشه، غیر این دهان، غیر اون دهان زمانی که شما در اون مراقبه هستید، در عبادت هستید، در حالت سکون هستید، اونجا شما دیگه یکی شدین با هستی، اون موقع میتونید دعا بکنید. بله بله، یک دهان روحانی میبینید در واقع. بله بله بله، نظر بله، اینم نظر است. خیلی ممنون، نکته قشنگی بود، دستتون درد نکنه. خب بله. اگر دوستان دیگه نکته حرفی صحبت، این خانم نیکو تشریف داره، من با ایشون هیچ وقت صحبت نکردم. خانم نیکو اگه میکروفونتون رو میتونید باز کنید صحبت کنید، من یه سلام خدمتتون بکنم. ظاهرم سی که تشریف نداره، نمیدونم، برحال اشکال نداره، حالا هر جور باید هست. خب من پس اجازه بدید که بریم روی چیز، هم بریم بقیه شعرها رو بخونیم با اجازتون، و الان میخواییم راجع به غزل، اگر اجازه بدید که من اینجا رو درست بکنم، بیام روی مولانا. مولانا دو تا غزل داریم، یکی غزل بر اساس یادش 1582 و 1591. این الان غزل 1582 ما هست. بسیار عالی. میگه هرچی گویی از بهانه، لا نسلم لا نسلم، کار دارم من به خانه، لا نسلم لا نسلم، گفته ای فردا بیایم، لطف نیکویی نبایم، وعده از این بینشانه، لا نسلم لا نسلم. این لا نسلم به معنی آن است که نمیپذیرم، یعنی تسلیم نمیشوم، قبول ندارم. میدونید من بیشتر منیش نمیشه. گفته ای رنجور دارم، دل زغم پرشور دارم، این فریب است و بهانه، لا نسلم لا نسلم. گفت مادر مادران، گفت مادر مادرانه، چون ببینی دام و دانه، این چنین گو رهروانه، لا نسلم لا نسلم. گویم امروز زارم، نیت حمام دارم، می نمایی سنگ و شانه، لا نسلم لا نسلم. هر کجا خوانند ما را، تا فریبانند ما را، غیر این عالی ستانه، لا نسلم لا نسلم. بر سر مستان بیایی هر دمی زحمت نمایی، بر سر مستان بیایی هر دمی زحمت نمایی، کین فلان است آن فلانه، لا نسلم لا نسلم. گوییم من خواجه تاشم، عاقبت اندیش باشم، گویم من خودتاشم، عاقبت اندیش باشم، تا درفت تا درفتی در میانه، لا نسلم لا نسلم. رو ترش کرد آن مپرسم، تازه شکل او بترسم، رو ترش کرد آن مپرسم، تازه شکل او بترسم، ای عجوزه با مسانه، لا نسلم لا نسلم. دست از خشمم گزیدی، گویی از عشقت گزیدم، مغلطه است این ای یگانه، لا نسلم لا نسلم. جمله را نتوان شمردن، شرح یک یک حیله کردن، جمله را نتوان شمردن، شرح هر یک یا شرح یک یک حیله کردن، نیست مکرت را کرانه، لا نسلم لا نسلم. خب ببینیم که جناب مولانا با این به اصطلاح ترجیع بند لا نسلم لا نسلم تمام ابیات رو به پایان برده. این حالا یکی از صنایع شعری، اکاش جناب استاد علایی و جناب فرهنگ بزرگوار بودن و اینا رو برای ما توضیح میدن. اما به هر حال میگه هرچه گویی از بهانه، لا نسلم لا نسلم، کار دارم من به خانه، لا نسلم لا. میگه هرچه اسم بهانه تراشی کنی، بگی که من سرم جای دیگه مشغوله و کار دارم و نمیتونم پیشت باشم و نمیتونم با تو درام میزم و قصر آزا، آقا ما اینا رو قبول نمی کنیم، ما زیر با این حرفا نیم. گفته ای فردا بیایم، لطف نیکویی نمایم،
وعده است این بینشانه لا نسلم لا. میگه به من قول قرار دادی که گفتی فردا میام مثلا به محبت بکنم و اینا، اما من میدونم که اینا بعده و بعیده و منم زیر بار این نمیرم، قبول ندارم که میای، باور نمی کنم. گفته ای رنجور دارم، دل زغم پرشور دارم، این قریب است و بهانه لا نسلم لا نسلم. گفتی که من مریض دارم و به اصطلاح دلم در گروه به اون مریضمه، به اصطلاح مشغول حالا نگهداری از کی هستم، مشغول نگهداری از حالا فامیلی هستم، دوستی هستم، مریض دارم. این حرفا میگه اینا فریبه، اینا بهانه است، من اینا رو نمیپذیرم. یعنی هر بهانه‌ای بخوای بیاری که مفتنی برام بهانه بخوای از من دوری کنی، من نمیپذیرم. گفت مادر مادرانه چون ببینی دامادانه، این چریگ و رهروانه لا نسلم لا نسلم. میگه مادرم هم به من این توصیه کرده دید، گفته که تو مسیر عشقی که داری حرکت میکنی، اگه دامادانه ای رو دیدی همچنان در مسیر عشق خود حرکت بکن و بگو من این دامادانه رو باور نمی کنم. یعنی نرو سراغ اون دامادانه که به دام بیفتی، تو مسیر خودت حرکت کن و برو. گویم امروز زارم نیت حمام دارم، می نمایی سنگ و شانه لا نسلم لا نسلم. میگه حالا یه بهانه دیگه در آوردی، میگه که امروز حالم خوب نیست، میخوام برم حمام و برای اینکه اثباتم بکنی که دارم میرم حمام، سنگ پا و شونه و این حرفات هم به من داری نشون میده، اما لا نسلم من نمیپذیرم و باور نمیکنم. هر کجا خوانند ما را تا فریبانند ما را، غیر این عالی ستانه لا نسلم لا نسلم. میگه که ببین هر جایی که ما رو بخوان میخوان ما رو بفرید، و غیر این عالی ستانه، غیر از این به صلاح شرایطی که وجود داره که ما در اینجا هستیم، عالی ستانه یعنی محلی که ما الان هستیم به جای خوبیه و الان در حضور هستم. میگه هر کجای دیگه من رو بخوانم بخوام من رو فریده، برای من جای دیگه نمیدم، همینجا باقی میدم. بر سر مستان بیایی هر دمی زحمت نمایی، کیم فلان است آن فلانه لا نسلم باست. میگه ما مستان راه تو هستیم، خب ما مستان راه تو هستیم، تو هر در بر سر ما میاییم و ما رو معرفی میکنیم که این فلانیه اونا فلانیه، اما من هیچ کس رو قبول نمیکنم. حتی به اصطلاح عشاق خود و یا مستان خود را که ما رو میکنیم داری اطلاعات غلط میدیم، باید ذهن ما رو منحرف کنیم، بنابراین ما نمیپذیرم. گوییم من خواجه تاشم، عاقبت اندیش باشم، تا درفتی در میانه لا نسلم لا نسلم. خواجه تاش یعنی به اصطلاح کسی که خدمتکاری یک جایی رو، ببین دو نفر خدمتکار که یک به اصطلاح ارباب مشترک دارن به اینا میگن خواجه تاش، یعنی کسانی که دارای ارباب مشترک هستن. بعد حالا اومده چی میگه؟ میگه گویی من خواجه تاشم، عاقبت اندیش باشم، تا درفتی در میان لا نسلم لا نسلم. میگه تا اومدی میگه من خواجه تاش تو هستم، یعنی منم همکار تو هستم، ولی هدف این استش که بین من و خواجه خودم رو فاصله بندازی، ولی من باور نمی کنم که تو خواجه تاش باشی، بنابراین به خودی از این راه وارد نشو. رو ترش کرد آن مپرسم، تازه شکل او بترسم، ای عجوز با مسان لا نسلم لا نسلم. دیگه حالا مولانا خطاب به ما میگه، میگه که او همین که میگه من خواجه تاشم، میگه که روش ترش کرده، قیافه عصبانی گرفته و یه حالتی به وجود اومده که من ازش بترسم. بعد بهش میگه ای عجوزه با مسانه، با مسانه یعنی کسی که مسانه داره، بیشتر تربیه هم یعنی کسی که ادرار داری، ای پیر زن ادرارو، من تو رو باور نمی کنم، یعنی اینم من رو نمیترسونه که رو ترش بکنی و این حرفا، چه که بخواد بیای من رو بترسونه که من از معشوق دور کنی. بعد میگه دست از خشمم گزیدی، گویی از عشقت گزیدم، مغلطه از این این یگانه لا نسلم لا نسلم. میگه که تو از دست من، از عصبانیت دست خودتو گاز گرفتی، ولی میگه از سر محبت این کار کردم، این داری مغلطه میکنی، من تو رو باور نمیکنم.
جمله را نتون شمردن شرح یک حیله کردن نیست مکرت را کرد لا نسلم لا نسلم میگه تو با من مکر کرانت بی حد حساره و من نمیشم دونه دونه مکر و حیله های تو رو بشمارم و دونه دونه توضیح بدم پس بنابراین چون دامنه مکر تو بسیار طولانی و بزرگ استش من اساسا هیچ حرف تو رو چی باور نمی کنم خب اینم را میسنده اما بیایم اینجا غزل شماره 1500 اگه اشتباه نکنم 97 برداشت نه 1590 اینجا من بعد برگردم بر اساس جناب شفیعی کتکنی 1590 بله اینه اتفاقا شعر کوتاهی هم هست میگه که وقت آن آمد که من سوگندها را بشکنم بندها را بردرانم پندها را بشکنم چرخ بدپیوند را من برگشایم بند بند همچو شمشیر اجل پیوندها را بشکنم پنبه ای از لاوبالی در دو گوش دل نهم پند نپذیرم ز صبر و بندها را بشکنم مهر برگیرم ز قفل و در شکرخانه روم بله مهر برگیرم ز قفل و در شکرخانه روم تازه شاخی زان شکر این قندها را بشکنم تا به کی از چند و چون آخر ز عشقم شرم باد تا به کی از چند و چون آخر ز عشقم شرم باد کی ز چونی برتر آیم چندها را بشکنم خب خیلی شعر قشنگیه کوتاه ولی بسیار پرمعنا دیگه وقت آن آمد که من سوگندها را بشکنم بندها را بردرانم پندها را بشکنم یعنی چی؟ یعنی وقت اون شده که من به رهایی برسم هم سوگنده رو بشکنم هم بندها رو که بر دست و دل و پای من هست بشکنم و هم دیگه پندها رو بشکنم یعنی بر پیش کسم چی گوش نکنم وقت اون اومده که دیگه خودم رو رها کنم چرخ بد پیوند را من برگشایم بند بند همچه شمشیر اجل پیوندها را بشکنم دیگه این چرخ بد پیوند چرخی که به شدت این جهان هستی که به شدت اجزایش به هم دیگه پیوند خورده محکمه میگه من اینا رو بعد به اصطلاح بند بندش رو از هم جدا کنم همچه شمشیر اجل پیوندها را بشکنم مانند شمشیر اجل که پیوندها رو میشکنه و جان رو از تن جدا میکند این پیوندها رو بعد بشکنم به رهایی برسم پنبه ای از لاعبالی در گوش دلم پند نبزیرم ز صبر و بندها را بشکنم میگه من از سر لاعبالی گری پنبه میخوام بکنم توی گوشای دلم نه تو گوشای بسال خودم تو گوش دلم یعنی چی؟ یعنی هیچ حرفی رو اجازه ندم که بعد دل من چیکار کنه اثر بذاره چی؟ پند نبزیرم ز صبر و بندها را بشکنم اونهایی که به من صبر به من هی پند میده میگه آقا صبر کن صبر کن تا به سلاخر یه روزی به وصال میرسی میخوام دیگه پند صبر رو نپذیرم چون پنبه تو گوش دلم بکنم و بندهای به سلاخ وابستگی ها رو به این جهان هستی بشکنم و خودم رو رها کنم مهر برگیرم ز قفل و در شکرخانه روم تازه شاقی زان شکر این فتین قندها را بشکنم میگه من میخوام مهری که بر روی قفل زده شده قفل کجا؟ قفل در شکرخانه محلی که بسیار شکرها در اونجا هست شکر یعنی شیرین یعنی حقیقت یعنی معرفت یعنی عشق میگه من به بسیار مخزن عشق میخوام وارد بشم تا یک شاخه از اون شکر معرفت رو بگیرم و این شکرهای ظاهری دنیایی رو چیکار کنم از بین ببرم بعد دیگه تابکه ای از چند و چون آخر ز عشقم شرم باد کیز چونی برتر آیم چندها را بشکنم ببین وقتی میگیم چند و چون حکم
یعنی حد و حدود میخواد مشخص کنه. عقلی که در این وادی میاد وارد میشه، چند، چون، چرا، کی، چه جوری، از کجا، چگونه، چگونه میگه من اینا رو باید این چند چون دار از بین ببرم، زیرا که از عشق شرم دارم، کیز چونی برتر آیم چندها را بشکنم. دیگه یعنی به مرحله بعد برسم که علت و معلول جایگاهی نداشت. علت معلول وادی عقل، رابطه علت و معلول. دیگه از این مرحله بعد بالاتر برم تا به وادی عشق وارد بشم و من شرمگین عشقم که در این وادی همچنان هستم. خب این از این، تا بریم سراغ بحر جناب حافظ شیرین سخن بسیار هیجان انگیز. دو تا غزل، این غزل اولی که فوق العاده زیباست، خودتون از همه بهتر بلدید، که از اون شعرهای معروف جناب حافظه که میگه بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. خلوت دل نیست جای صحبت اجزاد، دیو شو بیرون رود فرشته در آید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید. بو که براید یعنی چه؟ بابت که براید. بر در ارباب بین مروت دنیا، چند نشینی که خواجه کی به در آید. ترک گدایی مکن که گنج بیابی، از نظر رهروی که در نظر آید. صالح و طالح متاع خویش نمودند، تا که قبول افتد و که در نظر آید. بلبل عاشق تو عمر خواه، که آخر باغ شود سبز و شاخ گل به در آید یا به بر آید. غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست، هر که به میخانه رفت بی خبر آید. به به، دیدی چه قشنگ قشنگه؟ از اون شعرهای فوق العاده زیبای حافظی. اما ببینیم چی میگه. میگه بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سر آید. خب معلومه که جناب حافظ داره قصه میخوره. این قصه منشأش چیه؟ ریشه‌اش چیه؟ اگر از زبان مولانا بشنویم، میگه که هر کسی که دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار اصل خویش. درست شد؟ مولانا این میگه من به هر جمعیتی نالا شدم، جفت خوشحالان و بد حالان شدم. این از ایشون هم داره همین حرف میزنه. یکی من به فکر این هستم که اگر بتونم کاری بکنم که این قصه از بین بره و به اصطلاح به وصول، به لقاه برسم، به چه میگم، فنای در معشوق برسم. حالا چی میگه؟ میگه خلوت دل نیست جای صحبت اصلا، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. میبینید یکی خلوت دل جای صحبت اصلا نیست. توی دل انسان، تو دل عاشق، زدها نمیتونن وجود داشته باشن. یا دیو باید باشه چی؟ یا فرشته باید باشه. بنابراین وقتی که تو دیو رو بیرون میکنی، خلوت، از خلوت دل دیو رو بیرون میکنی که ضد به اصطلاح فرشته هستش، اون وقت فرشته چی میشه؟ وارد قلب تو میشود. پس بنابراین اگر فرشته وارد قلب من بشه، قصه هم چی میشه؟ به سر میاد. دیگه صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جود بو که براید. دقت کنید، دیگه صحبت حکام، صحبت یعنی همنشینی، حرف زدن، آمده شد داشتن. میگه اونهایی که با حکام، با مثلا منابع قدرت دارن چیز میکنن، رفت آمد میکنن، درست مانند آن است که در شب یلدای این دنیا گرفتار شدن. در شب تاریک سرد طولانی این دنیا گرفتارن. برو نور از خورشید بخواه، بلکه بود که بیاید. یعنی چی؟ یعنی تو رهرو به عشق باش، تو مسیر عشق گام بردار و با اخلاص دیو رو از قلبت بیرون کن، نور خورشید عشق بر قلب تو قطعا خواهد تابید.
بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. میبینید میگه جلوی در آدمای بی مروت این دنیا نشین که کی در بیاد، آیا یک قرون بده آیا نده، اگر داد هزار تا منت به سرت بذاره. ترک گدایی مکن که گنج بیاد از نظر رهروی که در نظر آید. ببین میگه بر در ارباب بی مروت دنیا نشین، گدایی اونا رو نکن، ولی کجا بکن گدایی؟ میگه ترک گدایی مکن که گنج بیابی از نظر رهروی که در نظر آید. میگه برو دنبال اون رهروانی که به اصطلاح جلوی نظر ظاهر میشه، اونایی که انسانهای متعالی هستن، در راه عشق گام برمیدارن و معرفت رو تقسیم میکنن. میگه از اونها برو گدایی کن و به اصطلاح از اونها کسب معرفت کن. ترک گدایی مکن که گنج بیابی از نظر رهروی که در نظر آید. رهروانی که به تو نظر می کنن، اونها گنج به تو می دن. صالح و طالح متاع خویش نبودن تا که قبول آید و که در نظر آید. صالح یعنی صالح، طالح هم یعنی کسی که گناهکاره، کسی که خطاکاره، کسی که به قول معروف درست ضد صالح. میگه اینا هر دوشون متاع خودشون نشون دادن. یکیشون همونایی بودن که صحبت حکام به اصطلاح حاکمان جوری که بر این جهان دارن حکومت میکنن، صالحا اون رهروانی که به اصطلاح نظر بر به اصطلاح سالکان میکنن. میگه صالح و طالح متاع خویش، هر دوشون کالاشون نشون دادن تا که قبول افتد و که در نظر آید. تا اینکه ببینیم کی رو میپسنده و کی برای کی در نظر میاد، یا خداوند چه قضاوتی در این مورد میکنه. بعد میگه بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و شاخ گل به برآید. میبینید اینجا امید داره میده به من و شمایی که میخوایم صالح باشیم. میگه ای تویی که بلبل عاشق هستی، تو طلب عمر میکن از خداوند، زیرا که اگر در مسیر درست باشی باغ سبز می شود و شاخ گل هم به بار خواهد آمد و تو بر آن شاخ گل نغمه سرایی خواهی کرد. پس بنابراین در مسیر درست اگر هستی، همچنان طلب عمر از خداوند کن و امیدوار باش که حتما یه روزی بهار خواهد رسید. غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست، هر که به میخانه رفت بی خبر آمد. میگه ببین من بی خود و بی خبر دارم حرف میزنم، از خودم بی خودم، و غفلت من عجیب نیست. هر کسی که به میخانه عشق میرود و از شراب معرفت می نوشد، از خود چی میشود؟ بی خبر میشود. دیدی چقدر شعر قشنگی بود؟ واقعا واقعا لذت بود. اما غزل 202 ببینم درسته، 202 بله ببینم اینجا جناب حافظ زیبا سخن شیرین گفتار میگه دست از طلب ندارم تا کام من برآید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید. بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر، که از آتش درونم دود از کفن برآید. این مای رخ که خلقی واله شبند و حیران، بکشای لب که فریاد از مرد و زن برآید. جان بلب است و حسرت در دل که از لبانش نگرفته هیچ کامی، جان از بدن برآید. آخ آخ آخ. جان بلب است و حسرت، جان بلب است و حسرت در دل که از لبانش نگرفته هیچ کامی، جان از بدن برآید. عجب شد از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم، خود کام تنگ دستان کیزان دهن براید. بویان ذکر خیرش در خیل عاشقان یا عشقبازان، بویان ذکر خیرش در خیل عشقبازان، هر جا که نام حافظ در انجمن براید. به به چقدر شعر قشنگی. 232 بود، 233 من فکر میکنم که این شعر رو اشتباه خوندم، باید برم عقب.
232 رو خوندم بعد از اون اینم خوب بود آره اینا خیلی خوب بود حالا مثلا نیست سه تا شعر میخونیم از حافظ ما به حافظ خیلی بده کنیم جناب عزیز بله بابا میخوام که 231 رو هم بخونم خب 200 آخ چقدر اینم قشنگه ببین جناب عزیز چقدر شعر قشنگه بله گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر کرد گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید گفتم که ماه من شو گفتا اگر برایت گفتم ز مهرفرزان رسم وفا بیاموز گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید گفتم خوشا هوایی که از باد صبح پیزد گفتا خنک نسیمی که از بوی دلبر آید دوش لعبت ما را به آرزو کشت گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد گفتا مگوی باک است تا وقت آن در آید گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد گفتا خموش حافظ کی قصه هم سر آید سر آید خیلی شعر قشنگی میگه گفتم غم تو دارم گفتا غم از سرا دیگه دیگه مشخص داره توضیح نه گفتم که ماه من شو گفتا اگر برایه بهش کنم آقا بیا ماه ما بشو ببین اگه بشه میشی جواب سربالا به حافظ میگه گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیا گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید میگه بابا ما گفتیم آخه فقط یکی که نیستی خیلی ها دیگه مشروب هستن اونا که مهربانن اونا بالاخره توجهی به عاشقاشون میکنن گفت ببین اونا برای خودشونن ما جزء خوبرویان این کار از ما برمیاد ما خوبرویان در موضع چی هستیم نازیم شما هم در موضع بی زحمت نیازی بنابراین انتظار نداشته باش که خیلی به شما توجه کنه دیگه گفتم که بر خیالت راه نظر به گفتا که شب را از تو از راه دیگر آید دیگه دیگه که من با خودم این پیمان رو بستم که حتی در خیالم هم نذارم که تو بیای این گفتش که ببین خیال من شب روه یعنی راه های پنهان رو بلده از راه های دیگه ای وارد میشه تو فکر نکن که مثلا می توانی که من رو از ذهن خودت چیکار کنی بیرون کنی سعی هم بکنی که من رو از ذهن خودت بیرون کنی به اصطلاح اون از راه دیگه ای وارد میشه و در قلب و روحتون گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد گفتا اگر بدانی هم اوت را هم برایه این خیلی معنی زیبایی است گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد ببین اینو مولانا میگه یه بار چند بار اینو گفتم مولانا در مثنوی یه شکارچی وقتی که به دنبال آهو میره برای شکار تا یه جایی از روی رد پای آهو مسیریابی میکنه تا به اون جایی که به آهو چی میشه نزدیک میشه وقتی که به آهو دیگه نزدیک میشه اونجا بوی مشک ناف آهو دیگه شکارچی رو چیکار میکنه هدایت و رهبری میکنه دیگه به ردپا کار نداره از طریق بو میره و او رو دریافت میکنه حالا ببین این چه قشنگیه میگه گفتم که بوی زلفت گمراه عالم کرد میگه به معشوقم گفتم که بوی زلفت تو منو گمراه کرده همینطور دارم دنبال تو این دنیا سرگشته به دنبال تو هستم گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر است و اگر عقلت برسه همین بوی هستش که تو را هدایت میکنه و به من میرسونه پس همین بو رو بگیر و بیار گفتم خوشا هوایی که از باد صبح خیزد گفتا خنک نسیمی که از بوی دلبر آید یا خنک نسیمی که از بوی دلبر آید میگه که بهش گفتم که چه خوبه اون هوای بادی که از مثلا هوایی که از باد صبح میخیزه چون میدونید که همیشه ایشون عاشق باد صبحگاهی هستش که از کوی معشوق میاد خود معشوق هم بهش میگه گفتا خنک نصیبی که از کوی دلبر آید
و اون نسیمی که از بوی دل برمی آید اون نسیم فرخنده است. گفتم که نوش لعبت ما را به آرزو کش، گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. یکی بهش گفتم که آقا نوش لب تو شیرینی لب لعل تو ما را در آرزو کش که ما مثلا نصیبی از آن لب داشته باشیم. میگه که جواب داد، گفت تو بندگی خودتو بکن، او بند پروری خودشو بلده. گفت تو عبادت تو چه گدایان تو بندگی به شرط موز مکن که خواجه خود هنر بند پروری یا روش بند پروری دارد. بله تو عبادت چو گدایان تو نمیدونم عبادت یا فلان به شرط موز مکن که خواجه خود بله هنر بند پروری داند یا روش بند پروری داند. بله. حالا اینجا میگه که گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد، گفتا مگوی با کس تا وقت آن در آید. میگه گفتم کی میخواد بالاخره با ما در صلح گفت تو اینو نگو، به کسی نگو، تا به وقتش بشه خودت آگاه میشی که حالا دیگه بیا به حضور ما راضیتن مرضیه، بیا پیش ما در حالی که ما از تو راضی هستیم و تو از ما راضی هستیم. ادخلی فی جنتی ادخلی فی عبادی و ادخلی فی جنتی. خب گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد؟ گفتا خموش حافظ که این غصه هم سر آید. میگه بهش گفتم ببین دوران وصل چقدر سریع گذشت از بینه. گفتش که ساکت باش، شکایت نکن، این غصه هم سر میاد، این دوران جدایی هم سر میاد و تو به ما خواهی پیوست. خب اینم از این غزل. 231 رو هم خوندیم و 232 رو هم خوندیم. حالا 233 دیگه باشه که برگردیم خدمت دوستان واسه جلسه آینده بهتر میخونیم و توضیح میدیم و استفاده میکنیم. به 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 خانم شهرزاد خانم ما اومدن. سلام سلام سرکار خانم شهرزاد. سلام از من گیرم به توی که میبخشید دیر آمدم، من یک کاری پیش آمد گیر کردم در اون انجام میکنم، ولی خب خواستم برای یک عرض سلام خدمت شما برسم و دوستان. سلام از ما خدمت شما. خواهش خدمت جناب که شفای بزرگوارم عرض سلام و ادب دارم. سلام از ماست خودمون. سلامت استفاده کنید. خیلی متشکرم. باشه. خب دوستان اگه نکته‌ای نظری چیزی را به این شعرهایی که خوندیم دارن بفرمایند که استفاده کنیم. اگرم نه که من از شهرزادتون دیگه خواهش کنم که برای اون یه شعر قشنگ بخونن دیگه. دست خالی ایشون نمیتونه بیاد پای ما. به هر حال باید زکات حسن صوت خودشون رو به ما بدن. اینجوری هم نمیشه. خب دوستان نکته این نظری چیزی هست بفرمایید، اگر نه من خواهش کنم از شما صحبت کنم. جناب عدیب شما نکته ای ندارید برام؟ اون غزل اول جناب مولانا خواستم ببینید از نظر من، ولی من فکر می‌کنم شاید اشتباه که یه درسی میخواد به ما بده. بله. که میگفت این حالا اون غزله رو میخواین بیارین؟ لا مسلم رو میگی؟ بله بله. خب بذار ببینم که میتونم پیداش کنم. مولانا نه؟ بله. خب 1582 حالا یکم این سخته آوردنش. اول پیداش کنم. یه لحظه. بله. یه لحظه دارم. اینه نه؟ بله بعدی. بله این خود بزرگش. بله خب ببینید همهش میگه که بهانه و اینها. ببینید به نظر برداشتی که من کردم اینه که میگه اگر واقعا شما میخواید سیر و سلوک رو آغاز بکنید، اگه بخواید سیر طریقت رو آغاز بکنید، هر چیزی که مربوط به گذشته است باید پشت سر بگذارید. نه اسمی از کار نیه تمامی در کار باشه و نه لباس چرکی به قول معروف در گنجه و
نه صورت حسابی پرداخت نشده. یعنی هیچ چیزی نباید مانع از این بشه که با آغوش باز ما بریم برای این مسیر طریقت. این که شما بله در واقع آمادگیشو ما اگه بخوایم پیدا کنیم که برای ورود به اون مسیر سیر و سلوک، خب اولیش اینه که این کاری نیمه تمام رو بگن ما رو همه رو بذاریم کنار. اینجا هم همه میگه دیگه بهانه ها رو همه رو بذار کنار اگه میخوای بیای، اگه میخوای واقعا بیای در این راه هیچ بهانه ای نمیتونی بگویی. گفتم امروز زارم نیت حمام دارم، از این چیزا نیست دیگه، میدونید با تمام وجود باید یاد. منظورم این بود که این شعر واقعا همه شعراش درس بله این که طریقت اینه که میفهمید که به عنوان یک حقیقت وجود داره. کسانی که در مسیر طریقت عارفانه گام برمیدارن همه وابستگی های دنیاییش رو باید طبیعتا زیر پا بذارن و به اصطلاح قطع کنن اون وابستگی ها رو تا بتونن سبکبال به قول مولانا پرواز کنن. اینجا هم راجع به در واقع یا با پیر مرادش داره صحبت میکنه یا با مشروب داره صحبت میکنه، چون میگه که هرچه گویی از بهانه لا مسلم لا مسلم، کار دارم من به خانه لا مسلم، گفته ای فردا بیایم لطف نیکویی نمایم. ببین این به اون بله بی نشانه لا مسلم لا، گفته ای رنجور دارم در زغم پرشور دارم، این فریب است بهانه اعلان و سر. بله دقیقاً میگی گویم امروز زارم نیت حمام دارم. من فکر میکنم که بر اون اصلی که شما میفرمایید که 100% درسته، مثلا اینجا یه مقداری هم با معشوق داره صحبت میکنه که به هر حال میخواهید ما رو از سر خودت باز کنی. ما باور نمیکنیم بهانه هایی که میاری که به سلام با ما حالا من اینجور فهمیدم اون نکته شما نکته بسیار جالبه. خیلی ممنون. خواهش. خب خانم شهرزاد آمادگی دارید در اون یه شعر بخونید یا نه؟ بله با کمال میل جناب چایچی. سخن از بهانه به پیش آمد، یاد سروده ای از جناب هوشنگ ابتهاش افتادم به نام بهانه. بهانه بفهمید. با اجازتون. بفهمید. ای عشق همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست، آن بانگ بلند صبحگاهی وین زمزمه شبانه از توست، من اندوه خویش را ندانم این گریه بی بهانه از توست، ای آتش جان پاک بازان در خرمن من زبانه از توست، افسون شده یه تو را زبون نیست، ور هست همه فسانه از توست، کشتی مرا چه بیمه دریا، کشتی مرا چه بیمه دریا، طوفان ز تو و کرانه از توست، گر باده دهی وگر نه غم نیست، مست از تو شراب خانه از توست، می را چه اثر به پیش چشمت، میرا چه اثر به پیش چشمت، کین مستی شاد مانه از توست، پیش تو چه دوسنی کند عقل، رام است که تازیانه از توست، من میگذرم خموش و گمنام، من میگذرم خموش و گمنام، آوازه ی جاودانه از توست، چون سایه مرا ز خاک برگیر، کینجا سر و آستانه از توست. صدا درست اومد جناب چایی؟ بله صدا خیلی قشنگ، خیلی عالی، مرسی، دستتون درد نکنه. بسیار بسیار شعر قشنگ، بسیار شعر قشنگ. مال ابتهاج بود فرمودی؟ بله هوشنگ ابتهاج به نام بهانه، چون در مورد بهانه صحبت شد این شعر اومد به نظر. آره بهانه خیلی شعر عاشقانه و زیبایی بود. بله به احتمال واقعا غزل سرای بسیار شعر عاشقانه زیبایی. من فکر میکردم که
جناب ابتهاج بیشتر شعرهای سیاسی میگن و اجتماعی، ولی ظاهرا در این وادی هم یده طولایی داره. بله بله، غزل بسیار زیبا میگن جناب ابتهاج. خیلی هم شبیه به غزلیات حافظه همچین. بله خیلی، شما داشتید حافظ میخوندید، همون این تونالیته این سرود در یاد من انداخت و همچون در مورد بهانه صحبت شد یه مرد تو این شعر به یادم اومد و خوشبختانه به خاطرم بود این شعر. بسیار خیلی قشنگ. خب دیگه تقریبا رسیدیم به وقت خداحافظی. اگر نکته یا صحبتی هست بفرمایید که ما استفاده کنیم، وگرنه دیگه من آروم آروم دیگه خداحافظی کنم با شما. دوستان عزیز بزرگوار تشکر میکنم که تو جلسه حضور داشتید و ما هم استفاده کردیم از صحبت های بسیار زیبای شما، به قنای جلسه مون افزوده شد. این کانون گرم کوچیک عاشقانه، چی میگم، اینجا وادی عشق و محبت دیگه و خیلی هم خوبه. من دارم که محیطی بسیار دلنگیز و همه خالصانه و مخلصانه هرچی در چنته دارن میارن و شیر میکنن. به هر حال تشکر میکنم از همه شما و دیگه آروم شما رو به خدای بزرگ میسپارم و ایشالله تا هفته آینده در سلامتی کامل باشید و همیشه سالم باشید و بازم همدیگر رو ببینیم و از حضور وجودتون بهره مند بشیم. اینجا جناب چایچی اینجا واقعا سفره عشق بازه، یعنی من الان نمیدونید با چه عجله خودم رسوندم که حداقل 5 دقیقه شده شما ها رو ببینم. واقعا این از صمیم قلب میگم. واقعا ممنون آقای چی، خیلی ممنون از برنامه‌تون. بله سر خانم نیکو سلام. سلام عرض می‌کنم. ببخشید من مهمون داشتم، بیزی بودم. عذر می‌خوام. حالا نداره به هر حال. حالا ان شاءالله دفعه بعد ببینیم چهره شما رو. حتما حتما حتما. ان شاءالله. خداحافظ شما. موفق و معید. خدا نگه. خداحافظ. خدا نگه. خداحافظ همگی. خدا نگهدار شما. خیلی ممنون. موفق و معید.